از آقای ضیا بپرسین ایشون که میخواست تو عرصه هنر و مجریگری و از این قبیل فعالیت کنن، پس چرا رفتن دانشگاه آزاد مکانیک خوندن؟ ببین یه واقعیتیه که بچهای ریاضی تو ریاضی خوندید تو ریاضی نبود، بچهای ریاضی خیلی ذهنشون کار میکنه. من نمیدونم چه جوریه به جان خودم، ولی بچهای ریاضی کلا فضای هنریشون بیشتره. حالا مثلا نمونهش اینه که فرزاد حسنی هم مکانیک خونده، نمونهش اینه که مثلا سعید بیابانکی از شاعرای خوب کشورمون کامپیوتر خونده، اصلا یه وقتی فکر کنم درس هم میداد کامپیوتر. متوجه چه ماهی هستی؟ شهریور 26/6/63. خواهش میکنم شوخی نکن. به خدا تو هم شهریوری؟ من تو دست بدم ببخشید، من عذرخواهی از تمامی دوربین ها عذرخواهی میکنم، از تمامی دوربین ها عذرخواهی. آقا همه مجری ها شهریوری هست، همه مجری ها شهریوری هست. خیلی برای من جالبه که من حتی داشتم یک تو از اینترنت داشتم راجع به مجری های مثلا خارجی هم چیز میکردم، همشون مثلا اکثریتشون نه همشون متولد ماه سپتامبر بودن، یعنی همین شهریور خودمون. و این خیلی جالبه، و این خیلی جالبه و من نمیدونم چرا. تو فهم میکنی چرا؟ نمیدونم به خود، ولی شهریور من میگم که آدم ها دو دستن، یا دوست دارن تو شهریور به دنیا اومده باشن یا اینکه شهریوری هن. باری کرد همشون هم همین جوری هن، همشون هم خیلی با از یک اعتماد نفس خاصی داده شهریور دفاع ماهشون صحبت میکنن. تو چند شهریوری؟ رد شده من 20 شهریور. آقا بریم پشت صحنه چند تا رو بخونیم. آقا بذار بقیه‌اشو بخونیم. آقا پس یادمون باشه کادو بخریم. آقا ما مخلصیم. از مهمان امروزتون حتما بپرسید چرا اصلا کت شلوار نمیپوشه. کت شلوار رو ببینید به تنش قشنگ میاد. قربانشم فقط چون میخواد برنامه رسمی نباشه دیگه. هم اون همین که فضای برنامه کاملا جوانانه است. اوکی. با توجه به اینکه نیمروز برنامه جوان پسندی است و از مهر ماه دانشگاه‌ها شروع میشن، امکان تغییر ساعت پخش به بعد از ظهر رو فراهم کنید. آقای پور محمدی باید زحمت شو بکشن. بسیار خوب. آقای جمشیدی واسهشون همچین که میگین وقت برنامه‌مون زیاد شده که آدم فکر میکنه 3 ساعت شما برنامه دارین، هیچ هم وقت برنامه زیاد نشده. میخواستم بگم که فقط به برنامه های شبکه 3 نپره، شبکه های دیگر هم دیگه جا نشده تو پیامک. من عذرخواهی میکنم. یعنی ما دکتر، معلم، پرستار، نویسنده و غیره خانوم نداریم که در نیمروز از آنها دعوت نمی‌کنین؟ یعنی این اقشار جامعه خانومشون وجود نداره، یعنی از جنس مؤنث وجود نداره؟ چرا، معلم خانوم دعوت کردیم، پرستار که حتما دعوت می‌کنیم، نویسنده دعوت کردیم، ولی باید این اتفاق بیفته. من خودم یکی از راننده اتوبوس خانوم هم داریم. بله بله. راننده تاکسی خانوم هم که داریم، همه می‌دونن. راننده کامیون خانوم هم داریم. حالا واقعیتش اینه که خوبه ها، ولی حالا شاید سیاست سبزی هم فروش خانوم هم داریم. خیلی خب، من فقط اینم بگم بعد ببین پشت صحنه. قصاب خانوم هم داریم. خب حالا بس دست معرفی کن. همه رو بگم جدی میگم ها، خیلی هم جالب. فکر کنم بعد آقای زاهدی بیشتر تصمیم بگیره. بریم پشت صحنه رو ببینیم. بریم پشت صحنه رو ببینیم. پشت صحنه برنامه نیمروز تو هم هستی. برمیگردیم در خدمتتون هستیم. نه قشن درست کن لباستو، خوبه بیاد. من به نیمروزی ها توصیه میکنم بچه های خوبی باشن. برنامه قبل از اینکه بیاد روی آنتن و بیننده ببیننش باید قبلش سوالاش مشخص شده باشه، آیتمایی که قرار پخش بشه مشخص شده باشه. افتخار من اینه که با آقای محمد رفیعی در کنار هم توی یه قاب دیده بشه. فلفل نبین چه ریزه، درشتش زیر میزه. ساعت 8:30 صبح کجا داری میری؟ من دارم آیتمای امروز رو میبرم. خب بیا با هم بریم ببینم. بریم. چه خبر؟ خوبی؟ بفهم. به نظرتون بهترین برنامه که توی این مدت توی نیمروز اجرا کردین کدوم برنامه بوده؟ من خب یه برنامه رو خیلی دوست دارم توی این نیمروز، به جهت اینکه واقعا آرزوم تو اون روز برآورده شد و شکر خدا من باز هم میگم برکت خود حضرت زهرا بوده. اون برنامه به شدت مخاطبها رو هم جذب کرد. اون روز مادر بود که من خیلی ممنونم باز هم سعیه کنندم اون کارگردانمون که این فرصت رو فراهم کردن من مادرم رو ببینم.
شکر خدا مردم هم خیلی دوست داشتن. این آثار باستانی مونه که ببینید دیگه، این وضعیتی براش درست شده و این مشکل براش ایجاد شده و از این حرف ها. وای خدای من، وای همینجا. سلام، من در خدمت شما هستم آقای زی. مامان من، واقعیتش اینه که من مادرم رو نزدیک یک ماه بود ندیده بودم، چون مادر من کاشانه. بعد اون به تنها چیزی که فکر نمی کردم این باشه که مامانم میاد تو استودیو. یعنی چون ما مهمونم مشخص شده بود، یه خانم رادیولوژیستی بود، من با خانم رادیولوژیست صحبت کرده بودم، سوالاشو در آورده بودیم، اصلا من مطمئن بودم که ایشون میاد و از این حرفا. بعد یهو دیدم مامانمه. یعنی اون لحظه واقعیتش اصلا نمیتونستم رو پام واستم. توی تصویرها بعدش دیدم که قشنگ خم شدم، یعنی دست گذاشتم رو زانوهام، انگار مثلا به زانوهام التماس میکنم وایسا. کاش که میشد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. به خدا بخواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمرم. امروز همه آرزوم این بود که مامانم ببینم.